سوداگری، ترانزیت، ترانسپورت، زیربنا و ریل پټلۍ سیمه ایز اتصال چابهار بندر للارې د سوداګرۍ پر زیاتوالي په دې بندر کې د افغانستان د کیفیا د پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې اترې وکړي. همدارنګه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال به د خپل سفر پر مهال د ایران دولت او خصوصي سکتور په افغانستان کې د کرنې، قانون و ترانسپورت او صنعت سکتور کې پانګونې ته راوبولي. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند جهت شرکت در مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور ایران عازم تهران شد. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء برای شرکت در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید ایران صبح امروز دوم جوزا عازم تهران پایتخت ایران شد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء ضمن مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید در تهران پایتخت ایران به نمایندگی از امارت اسلامی و مردم افغانستان به مقامات دولتی این کشور، خانواده مرحوم و مردم ایران مراتب تسلیت عرض می نماید. در این سفر معاون اقتصادی ریاست الوزراء را مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه همراهی می کند.
خیر باشی کاکا جان. زنده باشی، موفق باشی. ما خوش دیدیم بسیار از خیر بین خان آباد. ما از کارتون بسیار خوشحال هستیم. با عزت باشین خان آباد. مسئولیت ما بخیر باشین. بیشتر میریم نظر دیگر وطن دارا خدا میرا. سلام علیکم. علیکم السلام. برو جوری. سنگ جوری. بخیر. خیرت. طبیعتنا خیر. اوروجان چرت روان سنم شیدا. من عمر املا ده ولاد التراود تو درګه شروالی ورا غلی داخلګ له دکانو چې وزي دا متکا ګډېګه د خاطر باندې را وتم ای خلګ سره کم ته نظر د سره کم ته سره جوړیږي خدای نه دا ولا سره خو جوړیږي سره خو ډیر کار د جوړ سي نه خو دلته خبره ده چې دکانداران ډیر ډګر خونه د اختر لپاره وخت نه کوو یو دم یو ناسه پرالو 15 شپو کې وای تاسو ترپتی تور د لپاره شیان سامان وباسيږي دلته ټول خلګ سودارا وړي و جختل لپاره کاربارونه او غمه خوړلې و خو بیا دیم خیر یې دوم رامکاری له خلکو سره له دکاندارانو سره وکړل چې دی پری خو ترختر تر سلارم پوری مارکیټونه بلن دکان چې ده هما دکان سره شرای باندې اوه پیغام ته پیغام لري پیغام خو دا پیغام دا خو ډیر ښه کار وس ان شاء الله چې دا سړک را جوړ سي نه دا خو یا باندې خبره ده دا خو دې ټول لپاره سہولت راځي او دوه خلګم تیرای کړولو سړک ته راوتلیونه دا دکانونه چې کوم جوړ کړی ولو دا خو ډیر د خوشحالي خبره ده چې سړک جوړ سي موږ ډیر خوشاله یو کله دا سړک جوړ سي ان شاء الله خدای مهربانه دی خلګو لپاره به بل ځای خدای فکر وزي مقرره کوي بل ځای به دکان ورته پیدا سي ډیر خوشاله یست د سړک جوړ سي ډیر خرابونه دا یا ټول لپاره یو سہولت ده چې جوړ سي خوشاله اوس خیر بخیر وشه مالک صاحب خوشاله وشه سلامات وشه خوبه صحت مند زنده او سلامت وشه خدا معرفي میکردین نامتون چی است اینجا چی میکردین نام ما سالم محمد از باشنده از همین دو قابات هستم سالم احمد جان خانه شما خود تخریب نشده؟ نه از ما در خانه نرسیده خود دوکان ها تخریب شده این مبارک باشه کار نمی سرک شروع شد چقدر خوب شد؟ آه بسیار خوب شد برای کل اگه خوب شد تنها برای ما نه که برای کل مردم خوب شده در حال فعلا عرض طول سرک بسیار خرد بود؟ بله آی سرک خرد بود نام خدا نفوذ زیاد است آی نفوذ تنها یک مسیر نیست گلباغ چهار آسیا مردم کل از امیر را رفت آمد نیمی کابل همی طرف هست کل اگه همی طرف هست بله چرا سابق هم قدر بازسازی نمیشد باز سابق نبود نفوس نبود حالا اگه بگویم کل اطراف خالی شده کل مردم آمده در شهر کابل دیگه اینمی هست که بیربارک است سابق این سرک یک سرک خامه بود دوره سابق یک 40-50 خانه بوده این منطقه دیگه کس نبود کل زمین نبود اینجا خیلی جای کلیدی کابل بود بله و همچنین جا پارلمان افغانستان است چرا هم پارلمان کسایی که وکیل بودن اینجا جور نمیدن؟ واقع در قصهش نبودن دیگه هر کس غم جیب خدا داره دیگه حال خود زورمندان نیست؟ نه نه حالا نه سال از گپا خلاص شده حال زورمندان؟ نه حال زورمندان خلاص شده حال کل اگه یک رقم است وطندارای ما خودشان خانه خود تخریب میکنن حالا خو مجبور هستن که سرک کلان شد خانه خود خودشان تخریب کنن اگه بلدوزر بیا باز اگه کلش زیر گل خاک میشه گفتشان وقت دادشان تا این روز شما می چیزی که ضرورت تان است پس کنه که باز گپ نداره هیچ کس چیز کار نداره بنافع کلگی هست دیگه تنها بنافع یک خانوالان نیست بنافع کلگی هست سرک کلان میشه راسایی میشه خوب میشه مشکل نیست خیلی وقت آوازا بود که کاری سرک شروع میشه و یک از پلانای داوود خان است میگه والا میره میگن دیگه ما نمیفهم شاید کمی گپ باشه بخیر باشه زنده و سلام عزت باشین خانم السلام علیکم سلام باشین خسته نباشین که بیشتر بین جور است انسان شده بخیر قدر زیاد که جور است الحمدلله بخیر باشین سلامت میشه خدا معرفی میکرد نامتون چی است اینجا چی میکنید اسم فریدون است اینجا دلوار است من اینجا موتر خود مبلای تبدیل میکنم فریدون جان این مبارک باشه کار می سرک آغاز شده خوش شد یا نه تشکر آ بسیار زیاد خوش شدیم که وطن ما آباد شوه تا که بیرونی بسیار خوش است که وطن ما آباد شوه ما خوشبخت هستیم بدر خان و می دولت خود خوشی میکنیم خدا یار خیر بده که وطن جور میکنه چرا سابق همه قدر آبادی و بازسازی نمیشد کیا موانعت قرار میگیرد وا که بودن او دیگه او دولت دیگه خائن بود رشوت خوری بود هر کار بود میکردن ولی عبارت خدا خیر بده که این زحمت کشیدن تکلیف کشیدن وطن جور میکنن ما بسیار خوش هستیم با خود چقدر خوب میشه رفت آمد دیگه ان شاء الله کاری سرک تکمیل شود با ما بسیار خوب میشه تنها به من یک با کل ملت افغانستان خوب است با کل مسلمان ها خوب است راه کلان میشه حادثه ترافیکی نمیشه دیگه اینا ما خوش هستیم بهتره که مسلمان هم خدا خیر بده که بسیار کار خوب کردن سابق خیلی رهبرا بود هر چنگ یک بالا میکرد یک رهبر بود حالا خو گپا نیست نه نه حالا یک الله یک دولت است چیز رهبرای گذشته و کل گریخت کلشان رفتن عالمی عطا محمد نور بود محقق بود امرالله صالح بود و دیگه و دیگهش یا رهبر بودن والا چی بگیم دیگه و خدمت نمیکردن به وطن خود خدمت نمیکردن خیانت میکردن همشون خیانت کار بود رفتن گم شدن
حال ما خوش هستیم بدر قند کنیم اینجا وطن ما آباد شد، وطن ما دیر شد، ما خوش باشیم، تو خوش باشی، همه ملت خوش باشیم. حال امارت انشاءالله که همیشه هم تو باشه امارت دولتش، هر کی نمی سرک تیر شو میگه، می سرک کی جور کرده امارت جور کرده. خدا هر کسی جور کرده خدا با خیر و برکت بتشه هر کسی جور کرده. دیگه اینمی یک در کار بار برای غریب بیچاره نیست، همین کار کار به غریبا بیچاره جور شوه، هیچ مشکل نداریم. با خیر باشین، با عزت باشین خان آباد. پیشتر میریم نظرات دیگر وطندارای خدا میگیریم تا آخر برنامه بیننده ما باشین. السلام علیکم. خسته نباشی. جور است جان جور است. آخ چیکار؟ کجا میرفتی قند ولد؟ آه خانه. خانه از مکتب اومدی؟ آه. سن چند مکتب هستی؟ 6. کدام مکتب؟ محمود طرزی. محمود طرزی. کدام طرف هستی؟ دولمان. خانه تان خود در نقشه نرفته؟ آه رفته؟ آه طرف دیدون ناز خانه ما در نقشه رفته. مکمل؟ آه نصبش رفته. نصب دیگه چی شده؟ نصب دیگه نرفته. میری طرف خانه فعلا؟ آه بخیر باشه سلامت. بیشتر میریم نظرات دیگر با تندارای خودم میریم. السلام علیکم. سلام علیکم بدر. خسته نباشید. بیای طرفتر دوست راست ما. خوب هستی؟ شکر به دوای سرت. الحمدلله بدر. میشه خدا معرفی میکردی نامتون چی هست اینجا چی میکردی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرازق هستم از ولایت قندوز فعلا باشنده کابل. سلام خدمت شما خدمت بیننده عزیز تلویزیون شما. سلام. ما هم از قندوز هستم. خوش شدیم بدر وطندار نور چشم ما. نام ولسوالی از مرکز. ما از خود مرکز هستیم از زیر بالای سر قندوز. بله. خانه ایج است؟ بله خانه علاودین است. ایج دکان ما بود. دکان ما بود فعلا دیگه تخریب شده. مکمل تخریب شده؟ بله مکمل تخریب شده. به نظرم سابق هم در اینجا کلام سرکی بوده. مگه اینجا غصب شده بود؟ چقدر کرده؟ این خوب بسیار از زمانهای پیشی گپ بود. که این فکر کنین از دوره ما چون که ظاهر شاه و داود خان و گپا دیگه در بسیار وقت میشد که حساب نقشه پلان بود که نقشه عملی میشه دیگه عملی نشده بود دیگه فعلا دیگه به حدود یک ماه گفتن که عملیش میکنیم وقت که عملی کردن وقت کاری خوبی کردن این کارا کردن ما خوش هستیم گرچه که بعدا به ما یک ذره ضرر هم خوش شده خب بازم خوش هستیم از اینکه بعد سرک ما جور شوه بعد از همه ازدحام و همه گپا خلاص شوه. چرا سابق همه قرار بازسازی آبادی نمیشد کیا معاونیت قرار میداد؟ خب سابق کی بود دیگه حتما فهمیدی کاسه زیر نیم کاسه بود حتما پیسه به خاطر مصارف بدر مملکت ما میامد خود از جیبای بدر کلدرا میرفت دیگه از این معلوم میشه دیگه خودم گپی خاصی نبود دیگه به خاطر که ما خو رسوندم 30 سال است که میبینم تا هنوز این قسم آبادی در وطن ما نشده بود که تو عملی جدی کار بدر روان باشه و عملی کار اجرا شه و چیزی که بگن عمل کنن میگفتن عمل نمیشد. حالی چندین رهبر بود هر منطقه از خود یک رهبر داشت. چرا این سرکای خود رهبر را جور میکنن؟ ولی دیگه تازی که سرک اجو کن چرا در جیب خود نزنن؟ عالمی امرالله صالح محقق خلیلی یا رهبر بودن؟ خود رهبر بودن دیگه رهبری بودن که رهبرای بیخبر بودن رهبر جیب بودن رهبری بیخبر بودن تو فقط میگفتن همو سنه خودم میدن آینده خود فکر نمیکردن که آینده ما چی میشه. اما ما فعلا خوش هستیم از این حکومت امارات اسلامی که فعلا زحمت میکشن کوشش میکنن وطن ما را جور کرده راستن ما 100% رضایت کامل داریم برادر. حال خود زورمندان نیست؟ نه خیر نه ما خود حدود یعنی 3 سال میشه یا چیزی کم 3 سال میشه که امارات اسلامی اومده ما شب روز هر وقتی که بخوای پیسیم در جیبم برادر آزاد چکری خودم میزنم جایی که دلم بخوای میرم و میایم. روزق جان بله چقدر خوشحال میشی وقتی ساخت و سازا میبینی اشک از چشما جاری میشه نه؟ بله 100% چرا نه ما وطن ماست وطن حیثیت مادر دارم ما بسیار خوش هستم دایی گرچه گفتم دکان ما تخریب هم شده اینا فعلا بیکار هستیم اومده برادر سنگ و قلقش جمع داریم بازم ما خوش هستم از همین کمی سرک ما جور شود وطن ما جور شود امنیت برقرار باشه کاروبار ان شاء الله خدا مهربان از یک ازی که بازسازی شروع شد وطن ما آرام باشه کاروبارم پیدا میشه. دکانا را شما خریداری کرده بودین؟ این دکانا را بله این دکانا در حدود 21 لک خریداری شده گی بود از افغانی چی عبدالک افغانی عبدالک افغانی خریداری شده بود فعلا یک بسپ زمین رفته از اینجا یک بسپ رفته دیگه دولت ذمه زده که بدر یک بسپ زمین ما برتون پیسه میدیم در حدود عبدالک 16 لک افغانی. خوب است دیگه. بله دیگه خوش هستیم ما دیگه. دکان کجا بردین؟ اول دکان جاین پسر میبریم. چی فروختن این دیر است مکمل؟ دیر است دکانای ولکا فروشی، تایر فروشی بود، مستری خانه بود، دیگه از اینجا دکان خبازی بود که تخریب شده فعلا. دیگه پس دیگه او قسمت ها میشه که پس دکان جور کنه. این قسمت ها میره چون به خاطری که پیشروی مسجد بود از خاطری که مسجد در ساحه نره گفته از اون طرف کم بود از این طرف زیاد به خاطر مسجد شده حدود 5 6 متر از اون طرف گرفتن که مسجد تخریب نشه رو بریم و شما که مسجد است معلوم هم میشه از خاطر مسجد از اون طرف هم گرفتن دیگه از این طرف هم گرفتن از سابق اگر نقشه پلان قسم بود که از این طرف گرفته شو از اون طرف نه فعلا به خاطر مسجد سایه مسجد آزاد موندن از ساحه گرفتن. بخیر بود سلامت بخیر هموطنان مهربان قسم که شما مشاهده کردین نظرات وطن دارای خودم گرفتیم ما هم ناگزیر هستیم خداحافظی کنیم
این بود داشتین برنامه تا برنامه دیگر تا دار دیگر شما را بخلوان یک تا میسپاریم. شب روزتان خوش. الان ادارش